ایرانی و آمریکایی از فرصت تبریک عید نوروز برای شرح ارزیابی خود از مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران استفاده کردند، در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تبریک نوروزی خود از مذاکرات هسته‌ای به عنوان بهترین فرصت در چند دهه اخیر یاد کرده، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در پیام توییتری خود بدون نام بردن از آقای اوباما به او پاسخ داده است. آقای اوباما در پیام تبریک نوروز که در وبسایت کاخ سفید منتشر شده است، با اشاره به فرصت پیش آمده در مذاکرات اتمی با ایران تاکید کرد این فرصت شاید دوباره به زودی تکرار نشود. معتقدم که ملت‌های ما موقعیتی تاریخی برای حل مسالمت‌آمیز این موضوع دارند، فرصتی که نباید از دست بدهیم. همزمان آقای ظریف در صفحه توییتری خود و در پیام تبریک نوروزی خود نوشته است اکنون نوبت آمریکا و متحدانش است که بین فشار و یا توافق هسته‌ای با ایران یکی را انتخاب کنند. آقای ظریف همچنین گفته است ایرانی ها پیشتر انتخاب خود را کرده اند، تعامل با عزت. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در صفحه توییتری خود ضمن باز انتشار پیام آقای ظریف نوشته است این پیام پاسخی به اظهارات اوباماست. آقای اوباما در پیام نوروزی خود گفته است روزها و هفته‌های پیش رو حیاتی خواهند بود. مذاکرات ما پیشرفت داشته اما اختلافات همچنان باقی است و افرادی در کشورهای ما و دیگر کشورها وجود دارند که با حل دیپلماتیک این موضوع مخالفند. آقای اوباما با اشاره به اینکه یک توافق هسته‌ای میتواند درها را به آینده‌ای روشن‌تر باز کند گفته است رهبران ایران در صورتی که بخواهند گام‌های معنی‌دار و قابل راستی‌آزمایی بردارند تا به دنیا تضمین دهند که برنامه اتمی‌شان فقط با اهداف صلح‌آمیز است دو راه پیش رو دارند. اگر نتوانند با توافقی منطقی موافقت کنند، ایران را در مسیر امروزی خود نگه خواهند داشت، راهی که ایران و ایرانیان را از بخش بزرگی از دنیا منزوی کرده است، دشواری‌های زیادی برای خانواده‌های ایرانی به بار آورده و بسیاری از جوانان ایرانی را از کار و فرصت‌هایی که شایستگی آنها دارند محروم کرده است. از طرف دیگر اگر رهبران ایران با توافقی منطقی موافقت کنند، این موضوع می‌تواند به مسیر بهتری بیانجامد، مسیر فرصت‌های بهتر برای مردم ایران، تجارت و رابطه بیشتر با جهان، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر و فرصت‌های شغلی از جمله برای جوانان ایرانی، تبادلات فرهنگی بیشتر و فرصت‌هایی برای سفر دانشجویان ایرانی به دیگر کشورها، همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های مانند علوم و فناوری و نوآوری. آقای اوباما در پیام نوروزی خود با استفاده از عبارت خلیج فارس خطاب به مردم ایران گفته است در حالی که دور سفره هفت سین جمع می شوید، از تهران تا شیراز و تبریز، از سواحل دریای خزر تا کرانه های خلیج فارس، شما برای موهبت هایتان شکرگزاری می کنید و به آینده نگاه می کنید. او گفته است امسال امیدها در برگیرنده امید ما برای پیشرفت میان جمهوری اسلامی و جامعه جهانی است. آقای اوباما با اشاره به فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت استفاده از تسلیحات اتمی هم گفته است همانطور که بارها گفتم باور دارم که کشورهای ما باید بتوانند این موضوع را با دیپلماسی و به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. آقای اوباما در نهایت با خواندن بیتی از حافظ، شاعر مشهور قرن هشتم ایران، گفته است برای دهه‌ها کشورهای ما با سوء تفاهم و ترس از هم جدا بودند. او گفت اکنون نوبهار است. ما فرصت داریم، فرصتی تا پیشرفتی کنیم که به هر دو کشور و به دنیا برای سالیان متمادی سود برساند. منابع خبری صبح امروز گزارش دادند سکینه پیوندی، مادر رئیس جمهور، امروز در بیمارستان میلاد تهران درگذشت. مرگ مادر رئیس جمهوری ایران مذاکرات لوزان سوئیس را به طور موقت متوقف کرده است. هیئت ایرانی به تهران باز می‌گردد و سفر وزرای خارجه کشورهای اروپایی گروه 5 به علاوه 1 به لوزان برای مذاکرات بیشتر متوقف شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز برای تسلیت گفتن به دیدار حسن فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری رفت. آقای فریدون به عنوان دستیار رئیس جمهوری ایران در مذاکرات لوزان حضور داشت اما بعد از انتشار خبر درگذشت مادرش محل مذاکرات را ترک کرد و به تهران بازگشت.
مهلت رسیدن به چارچوب اصلی توافق 11 فروردین است. انتظار می رفت امروز دو طرف درباره مفاد چارچوب اصلی به توافق برسند، اما ظاهراً اختلاف ها مانع رسیدن به توافق اولیه شده است. در صورتی که مذاکرات چهارشنبه این هفته از سر گرفته شود، هنوز چند روز تا پایان رسیدن به مهلت آخر مارچ فرصت خواهد بود. دور کنونی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا از روز یکشنبه در لوزان آغاز شده و هدف از آن کمک به دستیابی به چارچوب اصولی توافق نهایی تا پایان ماه جاری میلادی بوده است تا زمینه لازم برای دستیابی به توافق جامع در پایان ماه ژوئن فراهم شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مواضعی که در انتخابات پارلمانی اعلام کرده بود عقب نشینی کرد. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه گفت اظهارات اخیرش در مورد تشکیل کشور مستقل فلسطینی به معنای عقب نشینی او از گفته های قبلیش نیست و وی صرفا بر این باور است که هنوز شرایط برای این کار مهیا نیست. بنیامین نتانیاهو چند روز پیش در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات اجازه تشکیل کشور مستقل فلسطینی را نخواهد داد. این سخنان نتانیاهو مورد انتقاد مقام‌های دولت آمریکا قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی از این سخنان به عنوان نادیده گرفتن تعهدات پیشین دولت اسرائیل یاد کرده و به شدت ابراز نگرانی کردند. همزمان با این تحول جمهوری‌خواهان نیز در آمریکا از اصرار بر رأی‌گیری تا پیش از پایان مهلت مذاکره اتمی با ایران، یعنی پایان ماه مارس، عقب نشینی کردند. رویترز گزارش داد که اعضای دموکرات و جمهوری خواه سنای آمریکا موافقت کردند تا رأی گیری در مورد طرح مربوط به توافق هسته‌ای با ایران را تا اواخر فروردین به تأخیر اندازند. در صورت تایید این طرح از سوی سنا، دولت اوباما باید هر گونه توافق با ایران را به تایید کنگره برساند. باراک اوباما پیش از این هشدار داده بود که در طول مذاکرات حساس با ایران هر طرحی را که در این زمینه در کنگره تصویب شود وتو خواهد کرد. از سوی دیگر ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز از دولت اوباما انتقاد کرده که کاخ سفید ممکن است به دنبال قطعنامه‌ای در شورای امنیت باشد، ولی هنوز حاضر نشده کنگره را در این مسیر وارد کند. در پی انتخابات پارلمانی اسرائیل و انتخاب نتانیاهو، انتقادهای مقامهای آمریکایی به عنوان نشانه‌هایی از تغییر سیاست آمریکا در مورد اسرائیل تلقی شد. ناظران گفتند که تغییر احتمالی مواضع واشنگتن در قبال اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل مشکلات بزرگی برای دولت اسرائیل به وجود خواهد آورد و ممکن است به تصویب لایحه راه حل دو کشوری در این شورا نیز منجر شود. این در حالی است که فلسطینی ها روز پنجشنبه اعلام کردند که میخواهند اقدامات دیپلماتیک خود را برای تشکیل کشور فلسطین ادامه دهند. یکی از مسئولان آمریکایی که خواست نامش فاش نشود گفت اوباما در تماس تلفنی خود به نتانیاهو خاطر نشان کرده است که ممکن است آمریکا پس از بررسی و ارزیابی راه حل دو کشوری موضع خود را درباره پرونده اسرائیل فلسطین تغییر دهد. پیش از این جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود نتانیاهو با بیان اینکه دیگر از راهکار دو کشوری حمایت نمی‌کند موضع خود را درباره مذاکره با فلسطینی‌ها تغییر داده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد سخنان روز پنجشنبه آقای نتانیاهو نوعی عقب نشینی برای کاستن از ناخرسندی مقام‌های کاخ سفید باشد. در تحول دیگر بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 28 اسفند در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC تصریح کرد کشورش اگرچه که همواره با همسایگان عرب خود مایل به برخورداری ایران از دستگاه‌های سانتریفیوژ نیست، اما ممکن است با این امر که ایران شمار محدودی سانتریفیوژ داشته باشد موافقت کند. او در این حال خطاب به قدرت‌های بزرگ که هم‌اکنون در لوزان سوئیس مشغول مذاکره اتمی با جمهوری اسلامی هستند گفت من فکر می کنم شما می توانید به توافق بهتری برسید. به اعتقاد وی توانایی های هسته ای ایران باید به حدی کاهش یابد که فاصله دستیابی این کشور به سلاح هسته ای بیشتر شود. بنیامین نتانیاهو تصریح کرد که مهمترین مسئله در رابطه با ایران این است که محدودیت های اعمال شده بر برنامه اتمی این کشور تنها در صورتی باید برداشته شود که جمهوری اسلامی رفتار خود را تغییر دهد.
او گفت ایران باید به حمایت از تروریسم پایان دهد، تعرض به کشورهای منطقه را خاتمه بخشد و باید از تهدید اسرائیل به نابودی دست بردارد. ایران و قدرت‌های بزرگ در حال حاضر در لوزان سوئیس سرگرم مذاکره هسته‌ای‌اند با این هدف که تا پایان ماه مارس به چهارچوبی از توافق نهایی برسند. توافق نهایی نیز باید تا پایان ماه ژوئن 10 تیر ماه حاصل شده باشد. تلویزیون دولتی ایران و مقام‌های دستگاه‌های تبلیغاتی ایران اعلام کرده‌اند که 5 روز نوروز به مراسم‌های عزاداری ویژه ایام فاطمی اختصاص خواهد داشت. این در حالی است که در 2 روز گذشته مقام‌های مسئول در تهران از خروج بی‌سابقه مردم از شهر و ترافیک شدید در محورهای خروجی از تهران به سوی کرج، مشهد، شمال، اصفهان و شیراز خبر دادند. شبکه‌های تلویزیونی که هر سال در روزهای آغازین فروردین تدارک برنامه‌های متنوع و شادی را برای مخاطبان می‌دیدند، امسال به مناسبت تقارن این روزها با ایام فاطمیه تلاش کردند مجموعه‌های تلویزیونی کوتاهی را آماده پخش کنند. بنابر توضیح روابط عمومی صدا و سیما، این مجموعه ها علاوه بر جذابیت موضوعی، احترام ایام فاطمیه را نیز در رسانه ملی حفظ خواهند کرد. در آستانه روزهای نوروز و سال نو شمسی، برخی از روحانیون از جمله آیت الله صافی گلپایگانی مردم ایران را به عزاداری در این روزها فراخواندند. این مرجع تقلید گفته است مردم ایران طرفدار ولایت هستند و به همین دلیل باید در ایام نوروز با تشکیل مجالس مذهبی به ذکر مناقب و فضایل حضرت زهرا و عزاداری برای او بپردازند. در اظهاراتی مشابه احمد علم الهدا امام جمعه شهر مشهد گفت که همزمانی نوروز و ایام فاطمیه نوعی آزمون برای جامعه اسلامی است و به همین دلیل این همزمانی و نوروز نباید سبقه شعائر مذهبی را تحت شعاع قرار بدهد. سعید مهدوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه گیلان نیز گفته است که امسال تجمع عزاداران و سوگواران در ایام فاطمیه در میدان شهرداری رشت برگزار می شود. همچنین قرار است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مراسم عزاداری و سوگواری را به مدت 5 شب در حسینیه امام خمینی در خیابان فلسطین برگزار کند. با این حال مردم به رسم هر سال در آستانه سال نو در تدارک سفرهای نوروزی هستند و خبرها حکایت از ترافیک سنگین در محور کرج چالوس دارد. حجم گسترده سفرهای نوروزی در حالی صورت می‌گیرد که شهروندان ایرانی از گرانی هزینه‌های سفر و حمل و نقل و تأخیر در پروازها می‌گویند. اعتراض برخی از مسافران در آخرین 5 شنبه سال به تأخیر برخی پروازها در حالی مطرح شد که دهقان، مدیر کل نظارت بر شرکت فرودگاه‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور گفت از زمان شروع سفرهای نوروزی تا این لحظه تأخیر غیرقابل مدیریتی نداشتیم و اگر تأخیری بوده در حد 1-2 ساعت بوده است. در حالی که یکی از مسافران با ارائه بلیتش به مقصد بندرعباس اعلام کرد که پروازش حدود 8 ساعت تأخیر داشت و مسئولان فرودگاه نیز پاسخ قانع کننده‌ای برای مسافران معترض این پرواز نداشتند. ترمینال‌های اتوبوسرانی نیز در روزهای اخیر ازدحام زیادی را شاهد است. حمید رضا شهرکی مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان تهران گفته است روزانه 860 اتوبوس از ترمینال جنوب جابجایی دارند که این ظرفیت در روزهای اوج و تعطیلات نوروزی به 3200 دستگاه رسیده است. به گفته شهرکی 25% از اتوبوس های ترمینال جنوب را اتوبوس های ویژه تشکیل می دهند که این حجم در ترمینال غرب به 75% از کل اتوبوس ها می رسد. منظور از اتوبوس‌های ویژه، اتوبوس‌هایی است که از سیستم تهویه مناسب هوا و فضای کافی میان صندلی‌ها برخوردار هستند. به این ترتیب بنابر اعلام این مقام، 75% اتوبوس‌هایی که از ترمینال جنوب حرکت می‌کنند، فاقد امکانات رفاهی لازم برای مسافران هستند. با فرار
رسیدن سال نو و تعطیلات نوروزی بسیاری از هموطنان برای گذراندن تعطیلات آخر سال به ترکیه سفر میکنند. امسال البته برخلاف سال 2013 آمار وزارت گردشگری ترکیه حکایت از اون داره که تعداد گردشگران ایرانی افزایش چشمگیری رو نسبت به سال 2013 داشته. حدوداً 1,600,000 گردشگر ایرانی در سال 2014 از ترکیه بازدید کردن که یک افزایش تقریباً 30% رو در این زمینه نسبت به سال 2013 شاهد هستیم. کاهش ارزش ریال در پی تحریم‌های مالی در مورد ایران یکی دو سالی باعث شده بود تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه کاهش پیدا بکنه، اما روند افزایشی از سال 2014 دوباره آغاز شده. اخیراً هم دولت ترکیه دست به تمهیدات جدیدی برای جذب بیشتر گردشگران ایرانی زده، از جمله تسهیلاتی رو در اختیار آژانس‌های توریستی ایرانی قرار داده. فعلا ایرانیان رتبه ششم بازدید از ترکیه رو در میان دیگر کشورها به خودشون اختصاص دادن و گفته میشه تقریبا سالانه 2 تا 4 میلیارد دلار صنعت گردشگری ترکیه از بابت حضور ایرانیان سود عایدش میشه. پیش از ایران هم کشور آلمان و روسیه بیشترین گردشگر رو در ترکیه دارن. اما بد نیست هموطنان عزیزی که قصد سفر به کشور ترکیه رو دارن چند نکته رو حتما مد نظر داشته باشن. نخواستن که متاسفانه در 2-3 ماه گذشته بیماری آنفولانزای خوکی در کشور ترکیه شیوع زیادی پیدا کرد. آنطور که ایوب گومش وزیر بهداری ترکیه روز گذشته هم اعلام کرده، از ابتدای سال میلادی جاری بالغ بر 3000 مورد مشکوک به آنفولانزای خوکی در ترکیه مشاهده شده که 170 مورد اونها قطعا به این بیماری دچار شدن و متاسفانه طی چند روز گذشته 16 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری فوت کردند. این بیماری شیوعش بیشتر در شهرهای سیواس، آنتالیا، استانبول و مرسین مشاهده شده. از این رو خیلی باید هموطنان عزیزمون دقت بکنن که مراقبت‌های لازم رو در این زمینه داشته باشن و خدای نکرده اگر مورد مشکوکی در این زمینه مشاهده کردن بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه بکنن. اما مسئله بعدی قوانین جدید ترکیه در مورد گذرنامه هستش. بر اساس قوانین جدید گذرنامه هر فرد ایرانی که قصد ورود به ترکیه رو داره باید دست کم 5 ماه اعتبار داشته باشه. به عبارت دیگه تاریخ انقضای گذرنامه به کمتر از 5 ماه نباشه. همینطور مسئله بعد نکات ایمنی دیگه مربوط به مراقبت از پاسپورت، پول و اشیاء قیمتی هستش و یا عدم اعتماد به افراد ناشناسی که تحت پوشش خرید ملک، کاریابی یا سرمایه گذاری در ترکیه به شما پیشنهاداتی رو ارائه میدن و مواردی از این قبیل. بر روی امیدوارم که آن دست از هموطنانی که قصد سفر به کشور ترکیه رو دارن سفر خوشی رو در پیش رو داشته باشن. به نوبه خودم هم نوروز رو به همه فارسی زبانان و به ویژه هموطنان گرامی شاد باش میگم. با آرزوی سالی خوش برای ایران زمین و مردم بزرگ ایران. ماجرای قتل و سوزاندن یک زن افغان در کابل توجه رسانه‌های جهانی را برانگیخته است. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند تاکنون 6 تن به اتهام دست داشتن در قتل و سوزاندن یک زن افغان در شهر کابل بازداشت شدند. روز گذشته در نزدیکی مسجد شاه دوشمشیره در مرکز کابل مردان خشمگین یک دختر افغان به نام فرخنده را کشتند و بعد جسدش را در کنار رودخانه کابل سوزاندند. این افراد این زن را متهم کردند که قرآن را سوزانده است. صبح امروز صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد وزیر کشور افغانستان دستور داده تا در مورد حادثه دیروز بررسی‌های همه جانبه‌ای صورت گرفته و عاملان آن بازداشت شوند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفته است که این حادثه دیشب در جلسه شورای امنیت بحث شده و قرار است پیگیری شود. دفتر ریاست جمهوری هنوز در مورد این حادثه واکنشی نشان نداده است. روایت‌های متفاوتی از این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است ولی هنوز جزئیات دقیق حادثه روشن نیست. فردی به نام شرف بغلانی در صفحه فیسبوکش نوشت که او در قتل و سوزاندن فرخنده دست داشته است. آقای صدیقی گفت که شرف بغلانی صبح روز جمعه بازداشت شده است. حشمت استانکسی
سخنگوی پلیس کابل در واکنش به قتل این زن در فیسبوکش نوشت این زن هم فکر کرده بود مانند چند تن مرتد دیگر با این نوع عمل و توهین تابعیت آمریکا و اروپا را به دست می آورد. اما قبل از رسیدن به هدف جان خود را از دست داد. من به دوستدارانش تسلیت می گویم. آقای صدیقی در ارتباط به این واکنش گفت پلیس کابل سخنگو ندارد و آقای استانگزی کارمند روابط عمومی وزارت کشور است. در ویدیوهایی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، شماری از افراد پلیس در محل واقعه دیده می‌شوند که یا بسیار ضعیف عمل کردند یا ناظر ماجرا هستند بیان که در آن دخالتی بکنند. آقای صدیقی گفت ویدیوهایی که از این حادثه وجود دارد در شناسایی عاملان این حادثه و چگونگی عملکرد پلیس به ما کمک می‌کند. حادثه قتل و سوزاندن این زن در حالی رخ داده است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش فعالیت داعش در افغانستان منتشر شده است.